جهان از نگاهی دیگر، میزگرد سیاسی، بررسی اوضاع سیاسی ایران، منطقه و جهان با حضور کارشناسان، برنامه از رادیو مانی. بینندگان و شنوندگان رادیو مانی، درود بر تمام هموطنانمون. امروز روز 25 بهمن 1396 مطابق با 14 فوریه 2018، میز گرد امروز ما در مورد چه باید کرد. در این میز گرد در اصل ما میبینیم که از زوایای مختلف پیشنهادایی میاد که باید در این برهه از زمان در تاریخ کشورمون با خیزشی که شروع شد از 7 دی ماه تا 18 دی ماه و هنوزم ادامه داره و شکلای مختلفی به خودش گرفت، مثل دختر خیابان انقلاب یا چیزهایی که ما در داخل ایران دیدیم، به عنوان مثال اصلاح طلبا اومدن، کروبی اومد و نامه خودش رو افشا کرد که در اون نامه خامنه ای رو مقصر تمام نارضایتی ها در کشور دونست، یا مجلس جمهوری اسلامی چند تا از نماینده‌هاش اعلام کردن که مردم ناراضی هستن و همونجور که در جریان هستید خودشون، یعنی رژیم جمهوری اسلامی خودشون اعلام کرد که تظاهر کنندگان خیزش 96 تقریبا 40,000 نفر بودن. خب ما میدونیم در یک نظام دیکتاتوری وقتی که 40,000 نفر در سراسر کشور بیان و اعتراض بکنن، شما هر کدوم اون افراد رو باید ضرب در 1,000 بکنید. یعنی 40,000,000 نفر در داخل ایران معترضن به رژیم جمهوری اسلامی. حالا جالبه که نظرسنجی ایسپار هم ما یه نگاهی بهش بکنیم. نظرسنجی ایسپا که خب به هر حال ما میدونیم این دانشجوهای در داخل رژیم در نظام دیکتاتوری نظرسنجی اصلا معنی نداره، اینا نظرسنجی کردن و گفتن 75% از جمعیت، از اونایی که شرکت کردن، 75% جمعیت مردم ناراضی هستن و خودشون اعلام میکنن 41% از این 75% حاضر فدا کنه، حاضر بیاد توی خیابون، حاضر اعتراض کنه به نظام جمهوری اسلامی. این از این طرف، یعنی خیزش مردم ادامه داره و از طرف دیگه اصلاح طلبا میخوان بیان و موج سواری بکنن. ما میبینیم دوباره یک شکل دیگر هم به خودش گرفته. اون شکل دیگر هم اینه که رئیس جمهور جمهوری اسلامی در 22 بهمن اعلام میکنه که بد نیست که ما همه پرسی بکنیم در نقاطی که با هم اختلاف نظر داریم، یعنی رفراندوم رو به طور ضمنی قبول کرده که اجرا بکنه و از این مشکلات رژیم جمهوری اسلامی رو به در ببره. حالا ما اگه نگاه بکنیم ببینیم در قانون اساسیمون دو تا قانون داریم، یکی قانون 95، قانون 59 قانون اساسی که در اون گفته فقط به فقط 2/3 نمایندگان مجلس جمهوری اسلامی میتونن اعلام بکنن که رفراندوم صورت بگیره. البته بعد از اون شورای نگهبان حق وتو داره، یعنی شورای نگهبان که همشون از نمایندگان مستقیم رهبر جمهوری اسلامی هستن، اونها هم باید قبول بکنن تا رفراندومی صورت بگیره. یعنی اصلا رئیس جمهور این کشور حق این نداره که اعلام بکنه برای رفراندوم. قانون 177 قانون اساسی این حقو به رهبر ایران میده و رهبر ایران میتونه گاهن اعلام رفراندوم بکنه. همه ما میدونیم که 3 بار در تاریخ ایران رفراندوم صورت گرفته. 3 بارش هم 2 بارش به دست خود خمینی بود، 3 بارش هم برای تشییع قانون اساسی به دست همین خامنه ای که رهبر کنونی جمهوری اسلامی. یک چیز دیگری هم اینجا اتفاق افتاده و اونم 15 نفر که غالبا وقتی که نگاه میکنی به اسامی
میبینی فریخته مبارز اعلام کردن که با رفراندوم گذر بکنیم از جمهوری اسلامی. امروز در این میز گرد ما پیش هم جمع شدیم با آقای دارا صالح‌زاده، فعال سیاسی کرد از پاریس، و همچنین آقای چوبینه، جناب چوبینه، بهرام چوبینه، مورخ، محقق و دارای بیش از 30 کتاب در مورد شیعه و اینا افکارشون چیه و چطوری به دنیا نگاه میکنن نوشتن، و البته دو نفر دیگر هم دعوت کردیم که امیدواریم اونها هم در هلال صحبت تشریف بیارن و به جمع ما بپیوندن. بذارید این صحبت رو با آقای دارا صالح‌زاده شروع بکنیم. جناب صالح‌زاده، شما چطوری میبینید؟ آیا رفراندوم، حالا بذارید شروع بکنیم اینطوری، خودتونم میتونید ببینید به چه صورت ما میتونیم بحث رو شروع بکنیم. ما دو نوع رفراندوم ما داریم میبینیم. رفراندومی که کسایی مثل خانم ستوده، کسایی مثل شیرین عبادی یا به عنوان مثال محمد ملکی اینا امضا کردن و اعلام کردن که رفراندوم برای گذر از نظام جمهوری اسلامی. میشه شما لطف کنید و نظر خودتون رو در مورد این بدید؟ حالا اون یکی هم که خود رئیس جمهور نظام جمهوری اسلامی اعلام رفراندوم کرده، در اونم در رابطه اونم میتونید نظر بدید. من میکروفونو میدم خدمتتون. قبل از این که میکروفونو بدم خدمت شما، خوش آمد میگم به آقای ذوالفقاری. آقای ذوالفقاری از کوشندگان هستند، البته مقیم آلمان نیستن. آقای ذوالفقاری مقیم آمریکا هستن. آقای ذوالفقاری شما خوش آمدید، بنده از دیدن شما خیلی خوشحال هستم. من میکروفونو میدم خدمت آقای دارا صالح‌زاده. مرسی، متشکرم جناب اسماعیلی. درود بر شما، درود به دوستانی که در پانل هستن، و سپاسگزار از مانی عزیز به خاطر این زحمتایی که شبانه روز میکشه. ببینید، طرحی رو که این دوستان، خانم‌ها و آقایان مطرح کردن در چند روز گذشته، خب ما میبینیم که در دنیای مجازی مورد استقبال قرار نگرفت و خیلی ها روی مسئله صحبت داشتن، بحثاشون رو کردن، نظراتشون رو گفتن و به هر حال به این مسئله انتقاد داشتن. اون چه که مسلمه، طرح اینها به نظر من یه مقداری طرح ناپخته‌ای بود، یعنی زمانش برای این مسئله ناپخته بود، از اون نظر که ما میدونیم که جمهوری اسلامی در حال حاضر در بخصوص در یکی دو ماه گذشته با اعتراضات شدیدی که در ایران شروع شد، به هر حال این رژیم روی به هر حال رفت زیر علامت سوال. البته از همیشه زیر علامت سوال بوده، ولی این بار با تظاهراتی که مردم ایران شروع کردن، این بار واقعا رفت زیر علامت سوال و مسئله بود و نبود براش خیلی مهمه. متاسفانه این دوستا به نظر من موقعیت خوبی رو انتخاب نکردن برای طرح این مسئله. ای کاش ببینید، زمانی که ما میتونیم یک مسئله رو مطرح بکنیم که بتونیم اون جنبش اجتماعی که موجوده رو سر و سامان داده باشیم که بیاد پشت یک طرحی، این طرح رو مطرح بکنیم که به یه نتیجه‌ای برسیم. ولی طرح رفراندومی که دوستان اینجا مطرح کردن، اون به نظر من در نهایت جمهوری اسلامی میتونه ازش استفاده بکنه برای خونسا کردن اون اعتراضات هایی که در ایران شروع شد و میتونه اونو به حاشیه بکشه، و متاسفانه تا اندازه هم بحث تظاهرات ها به حاشیه کشیده شد و این مسئله مطرح شد. دوستانی که این مسئله رو مطرح کردن، خب جناب مهندس شریعت مداری و کسای دیگه، معمولا طرحهای سیاسی رو، اینجور طرحهای سیاسی رو سعی میکنن که یه اجماع عمومی از سیاست مدار هم درش باشن که برحال یه وزنه ای داشته باشه. متاسفانه این طرحی که این دوستان مطرح کردن، بیشتر کسانی که در این طرح موجودن فعالین فرهنگی، سینمایی، فعالین سینمایی هستن. ما هیچ گونه مثلا از اقوام ایرانی، از ملیت‌های ایرانی به غیر از جناب شریعت مداره کسای دیگر رو نمی‌بینیم. خب اگه ما می‌خوایم یه طرحی رو جامع مطرح بکنیم که این طرح بتونه به هر حال مؤثر باشه در آینده ایران، بایستی یه خورده بیشتر به این مسئله
فکر میکردن. من فکر کنم یه مقداری عجله کردن، ولی خب برها زحمت کشیدن، کار کردن، ولی به نظر من اون جوابی که بایستی میگرفتن نخواهند گرفت. در ضمن در آخرم اینو بگم که میدونید برای جمهوری اسلامی واقعا این یه خواب و خیاله. ما میتونیم بیشتر منتظر امام زمان باشیم بیاد تا اینی که جمهوری اسلامی بپذیره که ما یه طرح رفراندوم بپذیره که برای این رژیم بره یا نره. من فکر کنم اومدن امام زمان شاید یه خورده واقع‌گرانه تر باشه تا اینی که اینا بپذیرن این رژیم خواهد یا این طرح رو بپذیره. اون چه که مسلمه به نظر من تکرار کنم طرح یه مقداری ناپخته بود. امیدوارم در آینده که اگه این دوستان و کسان دیگه که میخوان در این از این موقعیت سیاسی که پیش اومده جامعه ما به حال دلخشیدی یواش یواش داره زمین ساز میشه که به حال یک آلترناتیوی به وجود بیاد. اینا همه کمک میکنه ما بریم به طرف یک وجود آوردن یک آلترناتیو و ما بیشتر بایستی روی این مسئله کار بکنیم. ما نبایستی فضا رو برای جمهوری اسلامی برای به حال ویراش هایی که داره آماده بکنیم و ما بایستی از هر فرصتی استفاده بکنیم که این رژیم رو در تنگنا قرار بدیم، موقعیت رو برای فرار برایش مهیا نکنیم. مرسی. تشکر، خیلی ممنون. یک نکته خیلی جالب تو صحبت های شما بود برای این که خودم ببینم واقعا فهمیدم شما چی گفتید، اونم این بود که گفتید اعلام این رفراندوم باید کمکی بکنه بر جنبش های اجتماعی، یعنی خودش یک موتوری باشه که جنبش اجتماعی رو به راه بندازه. نظر شما اینه که این حرکت جنبش اجتماعی که از 7 دی راه افتاده رو میتونه در اصل به بیراهه بکشه؟ کاملا. منظور من این بود که به هر حال این مطرح کردن این رفراندوم، مسئله رفراندوم در حال حاضر اون جریان رو ضعیف میکنه. منظور من از این صحبت ها این بود، اون جریان رو ضعیف میکنه و ما میبینیم که اون جریان متاسفانه با مطرح شدن این مسئله به حاشیه رفت. چون همه این دوستان به نظر من، خود جناب شریعت مداری شاید بهتر از من میدونه که این رژیم با این طرح ها کنار نمیره، چون این رژیم پینوشه شیلی نیست، رژیم درهنگای یونان یا رژیم اسپانیا نیست، یه رژیمی که از آسمون اومده، یه رژیمی که خودش رو نماینده خدا میدونه. پس ما انتظار داشته باشیم این رژیم که بیاد این مسئله رو مطرح بکنه، رفراندوم رو قبول بکنه، به نظر من یک بیشتر به شوخی میمونه تا اینکه مسئله جدی باشه. مرسی. تشکر، خیلی ممنون. میتونم برم پیش جناب ذوالفقاری؟ درود بهش فرستادم و نظر آقای ذوالفقاری و خصوصا آقای ذوالفقاری اگر بتونید ما را مهمون بکنید که دیدگاه کوشندگان هم تو این رابطه ما بشنویم، خیلی ممنون میشیم. سپاسگزارم. من درود دارم خدمت بینندگان و شنوندگان رادیو تلویزیون مانی و به ویژه شما جناب اسماعیلی و دوستانی که به حال در پنل هستند. سپاسگزارم از اینکه اساساً این بحث رو واقعا شما مطرح میکنید که به حال فعالین سیاسی بتونن نظری داشته باشند در این زمینه. ببینید بحث رفراندوم هیچ چیزی نیست. اینجا بعد ما تعریفش رو بکنیم، به جز یک ابزار دموکراتیک. این ابزار دموکراتیک به صرف خودش به این فرم در واقع نمیتونه در جامعه تعیین کننده باشه. یعنی این که اگر ما از این ابزار به عنوان حتی مثلا رای گیری که هیچ فرقی نمیکنه استفاده بکنیم، خب به این معنی نیست که تمام مشکلات به اصطلاح جامعه ما از طریق این ابزار یا اعمال این ابزار بتونه به جایی برسه. زمینه هاش همچنان که دوست بسیار خوب و قدیمی هم جناب صالح‌زاده مطرح کردن، زمینه های استفاده از این ابزار به نظر من باید آماده باشه تا بشه از این ابزار استفاده کردش. من فکر میکنم که اولا خود این مفهوم این یا استفاده از ابزار اگر روشن نباشه، اون وقت ما رو به یک قجایی به یک پلهی حتی ممکنه پیچ رفته هستش
میرسونه که اساسا دردی از ملت یا مسائلی که امروزه ما باش به صلاح روبرو هستیم در هیچ وقت دوا نخواهد کرد. و اون هم فقط مسئله نمیدونم این، من کلشو قبول دارم، بسیار مثبته که بخشی از به صلاح فعالین سیاسی یا غیره، فرهنگی یا غیره، در ایران یه همچین مسئله رو مطرح کردن و حتی تونستن چند تا از خارج از کشوری ها هم اضافه بکنن. البته این هیچ نوع، این جمع در 11-12 نفره هیچ نوع اجماعی ایجاد نمی کنه در جامعه که همه مردم در واقع به اصطلاح در این تصمیم گیری یا در این قدم شریک هستند. به هیچ وجه، به هیچ وجه از نیروهای مختلف سیاسی، من هیچ نمایندگی از هیچ به اصطلاح سیاسی نمی کنم، ولی بر این باورم که ایران آینده یا حتی چگونه بگم سرنگونی، حالا به این لغت رو چون خیلی حساس هستن من میخواستم نیارم، ولی سرنگونی یا گذر از جمهوری اسلامی تعلق به یک گروه یک نظریه نداره. این یه مجموعه هستش، مجموعه مردم باید در این پروسه شرکت داشته باشن تا بتونن در واقع اون جریانی که به اصطلاح در کن و استخونبندی این رژیم هست و اون تبعیض هست در یک مملکت، به ویژه در کشور ما ایران، که این به اصطلاح چیز، این انواع اقسام نظریات، مردمان مختلف یا اقوام مختلف، حالا من روی این مسئله قوم زیاد چیز نمی کنم، تاکید نمی کنم، ولی به حال موجود هستن فرهنگ های مختلف در جامعه ما. اگر یک دونه از این همین فرهنگ ها، هر چقدر هم که تعداد کمی از این مردمان در واقع باور به این مسائل دارن، نادیده گرفته بشه، اساسا حرکت غیر دموکراتیک خواهد بود و به جایی نمیرسه و از این ابزار اساسا نمیشه استفاده کرد به عنوان یک جریان دموکراتیک. بعد مسئله بعدی این هستش که این به اصطلاح رفراندوم رو کی داره برگزار میکنه و چگونه برگزار میکنه، و مسئله اساسی تر این هستش که چه تضمینی موجود هست که ما به حال 40 سال تجربه داریم در جمهوری اسلامی. حالا این کسانی هم که روی فرض جمهوریت تأکید میکنن و انتخابات، خب چه تضمینی موجود هست که این انتخابات از توش چی در بیادش، علی‌رغم این که حتی سازمان ملل متحد هم در شرکت داشته باشه و نظارت بکنه. در واقع همون مردم هستن که میخوان انتخاب بکنن یا نیروهای سیاسی. این خود این تضمین انتخابات در واقع دو تا مسئله است. ما باید جامعهمون رو بشناسیم، یک جامعه به اصطلاح عمیق دینی هست جامعه ما، که اگر فرض بگیریم سخنرانی های هم آیت الله خمینی رو هم آقای خامنه ای رو ما به یاد داریم، اگر یک بار مثلا آقای خامنه ای یا حتی از همون 5-6 تا شورای نگهبانی که در واقع همه کاره هستن بیان پای تلویزیون و صحبت بکنن و گریه زاری بکنن که ما اشتباه کردیم و در واقع اسلامو شما حفظ کنید و بیاین رأی بدید به این یا به اون یا به غیره، خب چگونه تضمین شما میخواییم بکنید که مردم حتی رأی هم برن بدن؟ و در واقع اون وقت رأی حالا 51%، حالا هر چقدر که قبول هستش، به نفع جمهوری اسلامی در بیاد، اون وقت چه ملت، ببخشید من خیلی ساده میگم، چه خاکی باید به سرش بکنه بعد از اینکه نتیجه این رفراندوم آغاز شد؟ من بر همین باور هستم که این ابزار سیاسی که به نظر من خوبم هست، درستم هستش، چگونه استفاده میشه و میخوام به کجا برسیم؟ آیا این ابزار سیاسی تعیین کننده الزاماً گذر از جمهوری اسلامی است؟ که من باور ندارم، چون شک دارم درش. ممکنه یهو اگر اینها انتخاب بشن برای نمیدونم 40 سال، 50 سال یا هر چقدر دیگه جمهوری اسلامی آری، خب یعنی هیچ وسیله دیگه دست ما نیست
جز یک مبارزه مسلحانه با توأم با خشم و توأم با کشتار و توأم با به صلاح برادر و خواهر. حالا رسم میگم برادر کشی، نه، هم برادر کشی، هم خواهر کشی، هم پدر و مادر کشی، اصلا هم چیزی موجودی است. در نتیجه به نظر من علارغم این که من این نکته رو مثبت میدونم، این حرکت رو که تونستن به یه اجماعی برسن، ولی به نظر من کافی نیستش. یه نکته من شما سوال کردین، من در واقع وظیفه ای ندارم به عنوان کوشندگان هر جا صحبت میکنم، من به عنوان نظر خودم که به حال بخشی از این نظرات متعلق به کوشندگان هم هست. متشکرم. میکروفونتون بسته است آقای اسماعیلی. خیلی ممنون، تشکر، لطف دارید. خیلی ممنون جناب ذوالفقاری عزیز، توی صحبتاتون دو تا نکته بود، دو تا نکته مهم از نظر من. نکته اول این بود که این عمل در ذات خودش حداقل یک همبستگی داره، همبستگی کنشگران سیاسی در داخل ایران و کنشگران سیاسی در خارج ایران. و شما پرداختید به درستی، به نظر من پرداختید، شما گفتید که من اسمشو میذارم هر چیزی باید یک ظرفی داشته باشه. اون ظرف اگر موجود نباشه، ما نمیتونیم مثلا به عنوان مثال راجب رفراندوم صحبت. این ظرفی باید باشه، ساختاری باید باشه که در اون ساختار بشه اینو سازماندهی کرد. به عنوان مثال، مگر میشه احزاب آزاد نباشن؟ مگر میشه زندانی سیاسی داشته باشیم؟ مگر میشه این همه کسایی که در خارج از کشور زندگی میکنن نتونن وارد، این همه احزاب سیاسی ما داریم، وارد این پروسه نشن و این پروسه رو در اصل بسپاری دست رژیم جمهوری اسلامی و بگی سازمان ملل اگر نظارت بکنه امکان گذار از جمهوری اسلامی هست. و ما هممون دیدیم که سازمان ملل در کشورهای مختلف، به عنوان مثال آقای ذوالفقاری در عراق، مگه ما ندیدیم تمام انتخاباتی که در عراق صورت میگیره زیر نظر سازمان ملل؟ ولی باز ما دیدیم که این رژیم کامیون ریای سفید رو وارد میکنه و در اصل سازمان ملل رو دور میزنه و هرچی که دلش میخواد، حالا نه 100%، تا اون حدی که میتونه از صندوقا در میاره. دیگه وای به روزی که خودش بخواد، وزارت کشور رژیم جمهوری اسلامی بخواد یه همچین رفراندومی رو ترتیب بده. خیلی ممنون، تشکر، درود میفرستم با آقای حسنپور، خالد حسنپور عضو شورای مرکزی حزب دموکرات کردستان هستن ایشون. خیلی خوش آمدید آقای حسنپور. بذارید ما صحبتمون رو با آقای چوبینه شروع کنیم. جناب چوبینه، شما با عنوان محقق، شما با عنوان میتونم بگم ملا، آخوندشناس، اصلا یک همچین درخواستی توی اون چارچوب می گنجه؟ اگر می گنجه راهنمایی ما رو بکنید، اگر نمی گنجه بگید که نظرتون راجع به این طرح چیه. من میکروفونو میدم خدمت شما. من به شما و دوستانی که در این دو گرد همایی هستن درود میفرستم، به هموطنانمون در هر کجای جهان که صدای ما رو میشنون درود خاصی دارم. ببینید، رفراندوم و یا همه پرسی یه مقوله دموکراتیکه. اصلا در یک جامعه توتالیته و کاملا استبدادی امکان پذیر نیست رفراندوم درش ایجاد کرده. جمهوری اسلامی یه تیتر واقعی داره و آن ولایت مطلقه فقیه است. ولایت مطلقه فقیه یعنی دیکتاتوری آخوند و فقیه. به همین دلیل در همه ارگان ها، در اساسی ترین ارگان های کشور، انتخاب حتی رئیس جمهور و وزرا در دست و در کمال در اختیار سید علی خامنه‌ای ولی مطلقه فقیه جمهوری اسلامی است.
اصولا در تاریخ ما سراغ نداریم و من در هیچ کجای جهان تاکنون نخواندم که یک همه پرسی و رفراندوم در یک کشور توتالیتر و یا دیکتاتوری به وجود آمده باشه. پس این مقوله‌ای که این دوستان مطرح میکنند صرف نظر از خانم ستوده که من بی نهایت به ایشون احترام میگذارم، ولی خود ایشان هم سالها زندانی جمهوری اسلامی بودند و مید باید بدانند که در سیستم جمهوری اسلامی به سادگی میشه بیگناه به زندان رفت و سالها در اونجا قرار گرفت، بود زندگی کاملا حقیرانی رو از انسانها میگیرند و هیچ چیز به اونها نمیده، تحقیر و از بین بردن شخصیت ملت و مردم برای رسیدن به یک جامعه‌ای که امت نامش هست وظیفه ولی فقیه است و همه ارگان. اکنون جمهوری اسلامی بوی فروپاشی رو پیدا کرده، بوی فروپاشی رو شنیده، بویده، و اکنون برای هر کدوم از این مسائل حقای خودش رو داره. وزارت اطلاعات و اطلاعات سپاه پاسداران با هزاران نفر بسیجی، شما میدونید که حتی معلمین هم در هر کجای ایران هستند، از اونها میخوان که به بسیج بپیوندند، یعنی زیر نظر دولت و حکومت و سازمانهای اطلاعاتی قرار بگیرن. ببینید در ما در یک کشوری زندگی میکنیم که حتی نوع توتالیتر بودنش هم استثنایی هست. شما نمیتونید در یک وزارتخانه کار بکنید بدون اینکه در راهپیمایی‌های سیاسی و دولتی شرکت نکنید. به شما اخطار میدن با زن و بچه و همه فامیل باید در این راهپیمایی شرکت بکنید. پس چنین جامعه‌ای، در یه همچین جامعه کاملا بسته، کاملا دیکتاتوری، دیکتاتوری مذهبی و دینی و شیعه‌گری که ما در کشور ایران نزدیک به 20-25 میلیون سنی مذهب فقط داریم، در سرادر گرداگرد ایران ما سنی مذهب می داریم، اصلا بحث اونا نیستن این جامعه. اصلا زندگی در کرمانشاه به علت اینکه زلزله آمده به شیعه ها کمک هایی کردن، به سنی ها اصلا نکردن. کشوری که توتالیتر هستش، کشوری که دائما از جانب آخوند شیعی مثل خاتمی، روحانی، خامنه ای یا جنتی و اینها اداره میشه، این کشور بی نهایت در فلاکت و بدبختی زندگی. ایجاد یک همه پرسی احتیاج به یک محیط آرام در یک فضای دموکراتیک داره تا ما بتوانیم، تا کسانی که میل دارن رفراندوم و یا همه پرسی رو ایجاد بکنن بتوان برای این همه پرسی صحبت بکنن، حرف بزنن، دیگران رو اقناع بکنن برای رأی دادن. من معتقد هستم گول اینگونه اعلامه ها، اینگونه کارها را نخوریم و در کمال صمیمیت و در کمال دلیری بگیم ما فروپاشی جمهوری اسلامی رو میخواییم.
اگر طرفدارش هستید بیان کنید. فروپاشی جمهوری اسلامی برای رسیدن به یک کشور دموکرات، یک دموکراسی سکولار و که همه انسان ها در ایران با هر نوع مذهب سیاسی و یا مذهب معنوی و دینی با هر شکل فکری که دارند آزاد باشند، بیانش کنند، براش تبلیغ کنند و یا بتوانند در موردش جلساتی داشته باشند. ما یک کشوری رو میخواییم که درش آزادی کامل باشه، دموکراتیک باشه و سکولار باشه. آنچه که مهم هسته برگردم بر سر این قضیه. اکنون در این مقطع زمانی، در این پروسه زمانی که ما درش هستیم که بسیار حساس هست، وزارت اطلاعات سپاه به گونه های مختلف به اشکال مختلف بعد کافی هم افراد و آدم های خودشون رو به سراسر در سراسر دنیا گسیل کردن، به اسم پناهنده سیاسی، به اسم تاجر و غیره و یا فراری سیاسی که زیر نام اصلاح طلب و غیره دارن کار میکنن و در مواقعی که به احتیاج هستش ازشون میخوان که چه کارهایی را انجام بدن و برای سرگرمی مردم، برای سرگرمی مردم اپوزیسیونی که در خارج از کشور هست و همچنین در داخل کشور و یعنی جمهوری اسلامی امکان نداره. به هیچ کس اکنون در یک موقعیتی هست ممکن است که یه خورده دندون روی دندان بجبه و بسایه و حمله نکنه، ولی به محض اینکه آرامش برقرار شد همه اونهایی رو که در دسترس ترسن به زندان خواهد انداخت و صحبتی از همه پرسی نخواهد بود. همه پرسی باید در یک محیط آرام دموکراتیک انجام بگیره و سابقه نداره که سازمان ملل متحد در یک کشور توتالیتر بیاد نظارت بکنه. نظارت نمیتونه بکنه برای اینکه اصولا همه سازمان هایی که به وابسته به سازمان ملل هستند، همه نهادهای سیاسی، مسائل و مقوله هایی که مسئله حقوق انسان ها مربوط میشه، همه اینها رو ازش انتقاد دارن و به طور دائم هم از جمهوری اسلامی میخوان که رعایت این قوانین رو که امضا کرده بکنه، ولی تا حالا نکرده و نمیکنن و برای خودش غزلهای دیگه ای میخوان. خیلی ممنون. من فکر میکنم که دوستان باید به ایرانیان یه خورده خیرتمندتر، خوشیارتر باشن و گول این گونه مغالطه های اجتماعی و سیاسی رو نخورن، بعد دنبال این گونه مسائل نه. مرسی. خیلی ممنون. تشکر آقای چوبینه عزیز. فقط یک نکته رو من میخوام بگم آقای چوبینه. به هر حال این بیانیه‌ای که ما داریم از این کنشگران سیاسی داخل و خارج، هر حال اسمی مثل محمد ملکی رو ما درش میبینیم پیش خانم نسرین ستوده، در از اینا دارن میگن این رفراندوم برای گذر به سکولار دموکراسی ایران هستش. من فقط خواستم به عنوان اجازه بدید یه جمله کوتاه هم بگم. بسیار خوب کاری کردی که این مسئله رو مطرح کردی. ببینید، من گفتم خانم ستوده مورد احترام من هستش، خانم بسیار محترمی هست، یا دکتر ملکی با اینکه این مرد سالمند هستش، بیمار هستش و میل داره در خارج از کشور نزد دوستان و خویشاوندانش به درمان بپردازه، به او اجازه ندادند. دکتر ملکی باید قشنگ بدانه برای اینکه با اینها یه زمانی همرز بوده و اکنون در جبهه دیگری در مقابل اینها قرار گرفته که بسیار شجاعانه است
بسیار مرد محترمی و مرد احترام است. ولی هر دوی این خانم و این آقا میدانند که در جمهوری اسلامی برای گذر از جمهوری اسلامی جز فروپاشی جمهوری اسلامی امکان پذیر چیز دیگه امکان پذیر نیست، برای اینکه امکان نداره جمهوری اسلامی وجود داشته باشه. و به این به آقای ملکی و خانم سوتیده و یا چند نفر دیگه در خارج از کشور نشستن اجازه همپرسی در ایران بده برای گذر از جمهوری اسلامی. خیلی به نظر من خیلی باعث خنده هستش، خیلی خنده دار میتونه باشه. آقای چوبینه بذارید بریم به سمت آقای خالد حسنپور، خوش آمد بگیم به آقای خالد حسنپور که تونستن تشریف بیارن توی میزه گرد. آقای حسنپور نظر شما و خصوصاً نظر حزب دموکرات کردستان بیانیه‌ای که منتشر شده و هم یاران هم آقای چوبینه و دوستان دیگه هم راجبش صحبت کردیم، به هر حال کسایی که اینو امضا کردن بخشی از اینها انسان‌های فریخته مبارز و مثلا به عنوان مثال محمد ملکی یا خود نسرین سجوده، اینا همه به هر حال کلی تلاش کردن در راه آزادی مردم ایران. نظر شما در این مورد چیه؟ میکروفون من میدم خدمتتون. خیلی ممنون. صدام هستم؟ صدا داریم آقای بله اسماعیلی. خیلی ممنون از شما جناب اسماعیلی و همچنین سلام عرض میکنم خدمت همه مهمونان گرامیتون. متاسفانه من یکم دیر کردم بخیر به علت نقص فنی که پیش اومده بود، به هر صورت معذرت میخوام. از جریان بحث های کم دور بودم، ولی به هر صورت اگر بخوام در چند جمله بگم اینه که در اساس حزب دموکرات کردستان حزبی است واقع بین در مسائل سیاسی و طبیعتاً وقتی که هیچ علاجی نباشه و رژیم حاکم و قدرت و استقرار داشته باشه ما استقبال میکنیم از هر تغییری طبیعتاً، اما به هیچ وقت در شرایط فعلی که بخش بزرگی از مردم از این رژیم بریدن و دارن تمامیت این رژیم رو زیر سوال میبرن ما همچون چیزی رو زیاد مثبت ارزیابی نمی کنیم. چون به هر صورت به غیر از اینکه این خودش میتونه تاثیرات خیلی نادرستی و مخربی رو بخش ها و اقشار اجتماعی ایران بگذاره، در حقیقت یه نوع توهم ایجاد میکنه به خصوص در توده های مردمی که آسی هستن از این رژیم و بخصوص در طبقات پایینی و حتی میتونم بگم تأثیر مخربش بر اقشار میانی جامعه خیلی زیاده. اون اقشار دقیقا چرا من روی اقشار میانی زیاد اینجا تأکید میکنم؟ چون میبینید که اقشار پایینی به این جنبش پیوستن عموما و در حقیقت ما شعارهاشون رو توجه میکنیم، ولی اقشار میانه هنوزم کنیزن مترددن و در حقیقت وقتی تناسب نیرو به هم نخوره امکان این که این اقشار هم به اصطلاح این جنبش به پیوندن کمه. بنابراین در این شرایط که پایینی ها که عبارت از به اصطلاح مردم زحمت کش و فقیر و توحیده است از این رژیم بریدن، این میتونه تأثیرات مخربی رو این اقشار میانه که پایگاه بخشن هم پایگاه رژیم هستن بگذاره و اینها رو متردد کنه. بنابراین ببین همین که این دوستا بخشی از اینا، من تایید میکنم که بخشی از اینا آدم های خوش نامی هستن و زندان کشیدن و زجر کشیدن و قبلا هم از این بازی ها زیاد بود متاسفانه های اسماعیلی، چون در دوران رفسنجانی هم رفسنجانی ما اطلاع داشتیم که رفسنجانی با بخش های از اپوزیسیون تماس میگیره و بخش های از اپوزیسیون رو به سر شعارهای رو یا مسائل رو طرح میکرد و از طریق اونها تریبون ها رو اشغال میکرد و حتی در به سر حوزه اپوزیسیون هم. ما دقیقا فکر میکنیم که اینا از طرف لایه های از این رژیم به باور من و باور ما اصولا مأمور شده ان متاسفانه و این رو مطرح کرده ان. در حقیقت میتونم بگم که تأثیر در دراز مدت نمیتونه تأثیر زیاد، چون خطاب این اطلاعیه رژیمه که رژیم در حقیقت ولایت فقیه هم هستش
که میدونیم که دوستان چپ رفتن و سازوکاری که این ولایت فقید داره به هیچ وقت به همچین چیزایی گوش نمیکنه و از پایین هم که از رژیم بریدن، در حقیقت این طرح به باور من یه طرح پوچی ازش در میاد و اصولا این شخصیت هایی که در این کارزار به باور من شرکت کردن دیگه خیلی زحمته که بتونه یک بار دیگه به صحنه سیاسی بیان و چون آخرین کارت خودشون رو به باور من بازی کردن. بفرمایید آقای اسماعیلی. درست میفهمم شما دارید میگید در اصل این حرکت قشر پایینی آمدن بیرون و این قشر پایینی باید طبقه متوسط رو با خودش بیاره همراه بکنه، این محرکات در از قشر میانه رو متردد میکنه، تک میندازه و به خاطر این اینا نمیان و قشر پایینی تنها میمانه و در نهایت این جنبش شکست میخوره. درست من میفهمم؟ در حقیقت منظورم اینه دقیقا آقای اسماعیلی، حقیقتش اینه که همیشه ببین این ظاهرش خیلی قشنگه، بحث رفراندوم و آزادیست خیلی قشنگه، ولی در حقیقت نوعی کودتا از بالاست، یعنی نمیذاره تغییراتی روی بده در ایران. بنابراین در این حد طبیعتا تو نگاه شما نگاه کنید به جنبش سبز، جنبش سبز از لحاظ جمعیت خیلی زیاد بود هشیمتی که به خیابون ها اومدن، ولی این وسعت و این چیزی که این جنبش داره نداشت. پس چرا؟ چون در چارچوب لایه‌های رژیم بود و طبقاتی که از این رژیم طبقات میانی هستند که نشه مترددن و در این معاملات از بخشا و از قشای از این حکمت پشتیبانی میکنن یا زدش میستن. بنابراین وضعیتی که در دیماه رو داد به طرف این پیش میرفت که تناسب نیرو رو به نفع مردم عوض کنه، یعنی در راه اینه، چون پایینی ها بالایی ها رو نمیخوان ولی بالایی ها فعلا هستن و حاکمیت میکنن. بنابراین در همچون شرایطی همچون طرحی به هیچ وقت نمیتونه به سود انقلاب دموکراتیک مردم ایران باشه. تشکر، خیلی ممنون. در نتیجه میگید این طرح نهایت قضیهش اگر اجازه بدن و این رفراندوم صورت بگیره جوری شکلی و از بالا تغییرات کوچیکی انجام میشه و اون تغییراتی که در اصل مردم ایران میخوان ما به اون از این طرف نخواهیم رسید، مشروط به این که اصلا این عملی بشه در نظام جمهوری اسلامی. همونطوری هم که آقای ذوالفقاری و سه تا مهمان عزیزمون گفتن، آقای چوبینی هم گفت این نظام، توتالیتر بودن این نظام یک شکل خاصی داره که اصلا و ابدا تغییرات به این نوع توی این نظام ها شکل صورت نمیتونه بگیره. بذارید بریم خدمت جناب دارا سالزاده. آقا سالزاده، خب ببینید یک جنبشی در ایران راه افتاده، مردم تغییرات میخوان. ما خودمونم شما الان اشاره کردید در فضای مجازی خارج از کشور، ببینید 9 دی 7 دی تا 18 دی مردم اومدن بیرون و شعار دادن. شعارها متفاوت بود، دیدیم اون شعارها عوضی که همبستگی بیاره در داخل اپوزیسیون، حالا حتی اقل در فضای مجازی ما دیدیم که گسستگی آورد در اپوزیسیون ایران. این هم که روش، یعنی این بیانیه هم که روش همین الان درست همین چیزم، همین صحبت هم شما فرمودید، بنده میبینم تو فضای مجازی که یک عده بیان میکنن که ما باید مواظب باشیم و توهین نکنیم، چون آدمای انسان های فریخته ای هستن که زیر این بیانیه رو امضا کردن. یعنی وقتی من نگاه میکنم همبستگی در ایران، گسستگی در اپوزیسیون، خب اینا هم که اومدن یه طرحی رو دادن، این طرح هم که ما میگیم این طرح درست نیست، تو چارچوب نظام جمهوری اسلامی اصلا عملی نیست، نظام جمهوری اسلامی اصلا توانایی نداره که این کار رو بکنه. نهایت قضیه این جنبش رو، مطالبات این جنبش رو ما میریزیم با این طرح‌ها، میریزیم تو جیب رهبر جمهوری اسلامی. پس به نظر شما ما باید چه بکنیم؟ چه باید کرد؟ من میکروفون رو میدم خدمتتون.
مرسی. با تشکر و سلام به دو دوست گرامی که به جمع ما پیوستن. ببینید هر طرحی رو شما امروز بهترین طرح هم بیاری روی میز بذاری و بخواید اینو عملیش بکنی، با جمهوری اسلامی غیر ممکنه. زمانی یک طرحی میتونه مؤثر باشه، اونم با اما و اگر، نه اینه که ما مطمئن نیستیم، چون نظام جمهوری اسلامی یه نظامی فراتر از نظام هایی هستن که در دنیا موجودن. همونجوری که خدمتتون عرض کردم، یه نظامیه که خودش رو از میگه من جانشین محمدم، یعنی از طرف خدا اومدم. اینا خودشون رو جانشینان پیغمبر میدونن. خب اینا برای من و شما، برای مردم ایران بارها نشون دادن. خود آقای خمینی اون موقع که یادتون باشه سر مسئله بنی صدر، آقای بنی صدر گفتم که اگه همه مردم بگن آره، من میگم نه. چون درست هم میگه از نظر فقه برای ایشون مسئلهش رأی مردم نیست، همیشه هم رأی مردم نبوده. سخنان آقای خاتمی هم که همین امروز دیروز امروز شنیدیم که به هر حال چی گفتن. اینا به طوری یقین به هیچ گونه زمینه رو، نه زمینه رو فراهم میکنن و تن به همچین کارهایی میدن. ولی اگه یک جنبش بزرگ اجتماعی به وجود بیاد، یعنی یک جنبش عظیم سیاسی اجتماعی توی ایران به وجود بیاد، اون موقع امکانش هست اینا شاید عقب نشینی بکنن اگه نیافتن زود. یعنی به نظر من اگه اون جنبش به وجود بیاد، اینها به هر حال خواهند افتاد و اونجاست امکانش هست که عقب نشینی بکنن، چون به هر حال شاید هم تو بین اینها آدمایی باشن که و به طور یقین هستن که شرایط رو لمس بکنن و این و تن به همچین کاری بدن. اونم نه این که رفراندوم، به هر حال ببینید رفراندوم، این من مخالف رفراندوم نیستم، همونجوری که دوستانم گفتن رفراندوم چیز خوبیه، ولی همونجوری که خدمت هستم، با چه رژیمی، با برای چه هدفی بعد ما رفراندوم بکنیم که اینا به هر حال که بچه که نیستن، یاد گرفتن توی این سالها، میتونن تمام همونجوری که در عرض چند سال گذشته متاسفانه اینا تونستن با بخش از اپوزیسیون بازی بکنن و به هر حال سیاستاشون رو با از طرق‌های مختلف برای خونسازی کار اپوزیسیون به پیش ببرن، این بار هم میتونن راه‌حل‌های شیطانی خودشون که در ذهنشون هست رو به پیش بکشن. اون چه که مسلمه وظیفه اپوزیسیون چیه؟ وظیفه ماها، وظیفه اون دوست، ببخشید، اون دوستانی که خیلی هاشون واقعا انسان‌های فریخته‌ای هستن، انسان‌هایی که زحمت کشیدن، زندان رفتن، آقای شریعت مداری، دوستان دیگه، آقای ملکی، خانم ستوده، همه اینا انسان‌هایی هستند که به هر حال دل در گرو آزادی اون مملکت دارن. ولی به نظر من ما با راه درست انتخاب کنیم. اپوزیسیون ایران این همه سالها تلاش کرده، زحمت کشیده، بهترین فرزندانشو داده، ولی تا به حال موفق نشده تبدیل به یک قدرت بشه، تا به حال تبدیل به یک آلترناتیو بشه. ما تا زمانی که یک آلترناتیو نباشیم، تا زمانی که ما به عنوان یک پوا، به عنوان یک مطرح نباشیم در سطح بین المللی و در سطح داخلی ایران، غیر ممکنه که به هر حال کار این اپوزیسیون به جایی برسه. جمهوری اسلامی هم شیطان نمیتونه هر بار یه مدتی به هر حال یه برنامه‌ای رو بندازه جلو، همونجوری که در همونجوری خدمتتون عرض کردم، در این همه سال‌ها هم خودش رو سرگرم می‌کنه و هم آدمایی که فرستاده از به خارج از کشور، همونجوری که جناب چوبینی گفت، اونها به هر حال میان از این فضا استفاده میکنن برای اینکه به هر حال این فضا رو اینجوری حفظ بکنن. ما باید این بازی رو به هم بزنیم. من معتقدم اگه ما موفق بشیم این بازی رو به هم بزنیم، این رژیم واقعا، دوستان گرام، این رژیم واقعا رفتنیه. این رژیم با زور اسلحه و باج دادن به کشورهای غربی باقی مونده. این خود غربی هم دیگه یواش یواش از دست اینا خسته شدن. یه چیزی رو که من در یه نشست دیگه هم گفتم، ببینید اینها میتونستن خیلی راحت این جنبش هم مثل جنبش 88 بخوابونن، خیلی راحت میتونن، چون این قدرت رو دارن از نظر نظامی، ولی نتونستن. چرا؟ دلیل نتونستنش هم اینه که اخبارهای تایید نشده موجوده که میگن که غربی ها و به خصوص آمریکایی ها به اینا گفتن که اگر که فشار زیاد ببرید، اگه زیاد به مردم فشار برید برای این اعتراض ها، خب اون موقع با عکس العمل ما مواجه خواهید بود. اینا ترسیدن از این مسئله، اینا ترسیدن.
من نمیدونم این خبر درسته یا درست نیست، ولی عکس العملی که اینا نشون دادن نشون داد که اینا ترسیدن، همون جوری که زمانی که آقای رفسنجانی رژیم رو وادار کرد، موقعی که آمریکایا به اینها گفتن که آقا بایستی جنگ عراق رو تمام کرد، اینا تمام نمی‌کردن، خمینی وایساده بود لجوج بازی می‌کرد تمام نمی‌کردن، اینها زدن نصف نیروی دریایی ایران رو فرستادن زیر آب، نصف نیروی دریایی ایران رو فرستادن زیر آب، ده ها صدها هزاران انسان بیگناه کشته شد که بعد این آقایون بیان بگن که به هر حال خمینی به جام زهر بنوشه. این بارم من فکر کنم که فشار از بالا روی اینا زیاده، مردم ایران باید اینو بدونن، باید از این فرصت استفاده بکنن، نترسن، به هر حال این رژیم از طریق مردم ایران و از طریق مخالفین این نظامی که بایستی از بین بره. من فکر میکنم که هدف ما این نباشه که به هر حال این دوستا اومدن یه تحریر رو مطرح کردن، همونجوری که دوست کرد دیگه مون اینو گفت، این از این طرح هم در گذشته بوده، ما در عرض این 40 ساله دیدیم از این طرح اومده و بعد متاسفانه به فراموشی سپرده شده، ولی یه بار بیایم این بار اون مهم بپردازیم، مهم اینه که ما تا کی نمیخوایم صاحب یک آلترناتیو بشیم. من میخوام بگم به تمام نیروهای سیاسی، از مجاهدین خلق گرفته تا شاهزاده رضا پهلوی، از کنگره ملیت‌های ایران فدرال تا تمام شخصیت‌های سیاسی که از زن و مرد که در تمام این سال‌ها زحمت کشیدن، از خودشون مایه گذاشتن، کار کردن تا به امروز رسیدیم، بیایم یک بار برای همیشه نشون بدیم که اون مملکت مال همه ماست، اون مملکت تعلق داره به تمامی مردمانی که تو اون مملکت زندگی می‌کنن. پس ما به عنوان مخالفی‌های جمهوری اسلامی، آقای مجاهد، آقای رضا پهلوی، کنگره ملیت‌های ایران و فدرال، خانم‌ها و آقایونی که عضو این اپوزیسیون هستید و مبارزه می‌کنید که این رژیم بایستی بره، بیایم دست به دست هم بدیم، صاحب یک آلترناتیو بشیم که این آلترناتیو بتونه به هر حال منبعی باشه که مردم ایران بیان روش حساب بکنن، ما بتونیم روی کشورهای غربی حساب بکنیم، به جدمون بگیره که شاید به طور یقین، نه شاید، به طور یقین اگر اون اتفاق بیفته عمده این رژیم به پایان خواهد رسید. واقعا آخوندها به ته خط رسیدن، ما بایستی به جنبیم، از این فرصت استفاده بکنیم که نذاریم عمر این رژیم به 40 سال برسه. 40 سال وقت زیادیه، مملکت ما مملکت ثروتمندیه، مملکت ما در تمام این سالها تمامی اون ثروتی که بایستی مصرف میشد برای مردم، امروز متاسفانه میبینیم که این رژیم مردمش باید تو قبرها بخوابن، بچه کرد بایستی به علت نبوده یه سرپناه باید از سرما در سرما بمیره. آیا این ننگ نیست برای این رژیم آقای خامنه‌ای؟ آیا این ننگ نیست برای شما که مملکتی با اون ثروت رو به این روز انداختید که مردمش باید در این با این فلاکت زندگی بکنن؟ مرسی. خیلی ممنون، تشکر، لطف کردید. دو تا نکته مهم تو صحبتاتون بود، یکی این که بیرون، یعنی نیروی بیرونی آمریکا، اروپا فشار می‌آوردن در به رژیم جمهوری اسلامی که این بار سرکوب نکنه. با کمال احترام بنده با شما موافق نیستم آقای ثالث، 114 تا یا بعضی میگه 140 شهر می‌ریزن بیرون، رژیم جمهوری اسلامی نیروی کافی نداره که بخواد سرکوب بکنه. به نظر من اگر داشت حتما میکرد. دومین نکته که مطرح کردید نکته خیلی جالبی بود که ما باید واقعا دست به دست هم بدیم، تمام نیروهای سیاسی باید دست به دست هم بدیم. بذارید دوستان به هر نفر ما 2 دقیقه یا 3 دقیقه وقت میدیم. بذارید من میخوام با آقای خالد حسن‌پور به عنوان عضو شورای مرکزی حزب دموکرات کردستان، جناب حسن‌پور صحبت‌های آقای ثالث‌زاده رو شنیدی، چرا و چه علت داره که شما به عنوان یک حزب کرد که به لحاظ کشوری اسم و رسمی دارید دست دراز نمی کنید و این اتحادی که آقای ثالث‌زاده میگه به اون سمت حرکت نمی کنید؟ من میکروفون میدم خدمت شما. با پوزش از جناب حسن‌پور خیلی ازتون معذرت میخوام، چون من قبلا به جناب مانی گفته بودم من در یه جلسه دیگه که همین الان بنده رو صدا زدن بایستی باشم، از قبلا قول دادم. با پوزش از همه شما و شنوندگان و بینندگانتون، من اگه اجازه بدید از خدمتون مرخص میشم و ازتون بسیار بسیار معذرت میخوام، چون از قبل بودم و
ان شاء الله در شما تا نشست دیگر دست شما رو از دور میفشم. درود بر شما. خیلی ممنون. خدا نگهدار همتون. خوش اومدید. خیلی خوش اومدید. جناب حسن‌پور آقای اسماعیلی، اولا دموکرات کردستان خب میدونیم که حزبی است که متعلق به مردم کردستانه و یک بخش از مردم ایران در یک منطقه رو رهبری میکنه. طبیعتا ما یعنی خیلی برامون مهمه تغییر تحولاتی که در مرکز ایران رو میده و با حساسیت بهش نگاه میکنیم. طبیعتا این حزب هم در گذشته وارد اتحادهای در سطح سراسری شده، قبلا در شورای مقاومت ملی که میدونی شما حضور ذهنتون هست، و هم همین حالا هم در یک شورای به اسم شورای دموکراسی خواهان ایران عضو و در حقیقت عضو اساسی این شورا هم هستش. بنابراین اینها هست همه از این میاد که حزب دموکرات کردستان معتقده که بر صورت حل مسئله ملی در ایران باید صورت بپذیره و اساسا ما معتقدیم که این مسئله در چارچوب ایران امکان پذیر هستش، ولی طبیعتا ما معتقد به همگرایی هستیم. ما معتقدیم که این رژیم رو باید سرنگون کرد با همچون دیکتاتوری و سی همه گیره در همه جا هست، هرچند ظلم ها و در حقیقت استثمار و تبعیض در همه جا همسان نیست، ولی به هر صورت در یک نقطه که همه ما از دیکتاتوری رنج میبریم ما شریکیم با هم، اما به هر صورت با حفظ هویت ما و با حفظ حقوق ما وارد هر اتحادی علیه این رژیم خواهیم شد و طبیعتاً کردها از همه بیشتر نفع میبرن که اگر این رژیم بر علیه قدرت نباشه. ولی گفتم که خیلی مهمه واسه ما کردها که اگر مثلا برای فارسا و بخش های از ایرانی ها فقط دموکراسی خیلی مهمه، برای ما عدالت هم از اون خیلی مهمتره. یعنی میبینیم که در این شعارهایی که در یک ماه و نیم گذشته از بیست تظاهرات ها اومد بیرون، مردم بر دو مسئله تاکید دارن، یکشون دموکراسی و آزادی است، دیگری عدالته. یعنی دو پایه اساسی داره، عدالت هم در زمینه اجتماعی و هم در زمینه سیاسی. در زمینه سیاسی ما در ایران نابرابر داریم زندگی میکنیم. هم تو خودتون میدونید که این رژیم علاوه بر ظلم هایی که به همه میکنه، مخصوص ظلم ها و به اصطلاح ستم مضاعف بر ما روا داشته. در حقیقت وقتی به کردستان نگاه میکنیم که وضعیت بیکاری، وضعیت اجتماعی فلاکت باره، و وقتی میبینی که مثلا پدیده‌ای مثل کولبری وجود داره، این فکر رو به وجود میاره که کولبری از کجا میاد، یعنی دلیلش چیست. معلومه که این همه از تبعیض‌های اقتصادی، فرهنگی و سیاسی میاد. بنابراین حزب دموکرات کردستان همیشه معتقده و بر این باوره که باید این رژیم بره، ولی وارد هر اتحادی نمیشه، وارد اتحادی میشه که با حفظ حقوق و با حفظ هویت خودش. امید روزی که جناب حسن‌پور، امید روزی که یک همچین اتحادی که نه فقط کردستان بلکه تمام ملیت‌های کشور ما به حق و حقوقشون برسن. بذارید بریم خدمت آقای ذوالفقاری عزیز. جناب ذوالفقاری، چرا اگر ما میگیم درد اتحاده، چرا به این سمت حرکت نمی کنیم؟ من میکروفون رو میدم خدمت شما. لطف کنید جناب ذوالفقاری بیشتر از 3 دقیقه صحبت نکنید. اتحاد میشه چون منم بعد برم برای یه مصاحبه دیگه. با عرض معذرت، عرض بس که اجازه بدین با تمام ارادتی که من به حزب دموکرات کردستان و حزب دموکرات کردستان ایران دارم، حرف ایشون رو من قبول نکنم. من با این اصل که شما میگین واقعا باور دارم، که برای همینم با این رفراندوم مسائل و این حرفا دقیق نمیخوام بگم مخالفم، دقیق نمیدونم اینها رو. جامعه ما در مقابل این استبداد دینی با یک همکاری مجموعه نیروهایی که در ایران هستن، مجموعه فعالین، تمام غیر احزاب یا دیگران هستن که میتونن
در واقع چاره بکنن این مسئله رو یا به سرانجام برسونن. حزب دموکرات کردستان به خاطر به حال سابقه طولانیش، مبارزاتش در تمام پایین و بالایی هایی که انجام داده، در واقع به هیچ وقت پا جلو، شما جناب اسماعیلی به درستی اشاره کردید، هیچ وقت پا جلو نداشته. اساسا در یک مبارزه اجتماعی سیاسی کسی قرار نیست هویت کسی رو نفی بکنه. ما بر این باور هستیم، یا من لااقل، که در جامعه ما افکار مختلف موجود است، وابستگی های به اصطلاح ملیتی، قومی یا نمیدونم مسائل مختلف موجود است. همه اینها در واقع از این استبداد دینی خسارت دیدن در طول سالیان، و اساسا از استبداد در قبل از استبداد دینی هم صدمه دیدن و هیچ چاره ای موجود نیست. من اتفاقا آلترناتیو در مقابل این مسئله مثل رفراندوم و مبارزات مجموعه مردم رو میگذارم در مقابلش، که چون مثلا این آلترناتیو درستی در واقع یا روشنی نیست این رفراندوم برای تغییر و تحول در ایران. اتفاقا مبارزات مجموعه مردم هست با خواستا و با توانهای مختلف که بتونن این رژیم رو در یک جایی قرار بدن که مجبور بشه به خواست مردم در واقع عمل بکنه. به هیچ وجه این من به یک مبارزه برای ملت ایران، برای مردمان ایران، به یک مبارزه برد برد باور دارم، نه برد باخت یا غیره. نه، برد برد رفراندوم نیست، برد برد توجه به مبارزات وسیع مردم ایران هست و همبستگی اینها در مبارزه. برای اینکه در سر مسئله به اصطلاح چیز مبارزه با استبداد و استقرار دموکراسی، همه مردمان ایران نقش دارند و منافع دارند. هیچ فرقی نمیکنه در یک جامعه که ما هستیم، من کرد باشم یا نباشم، گوش می دید، از این به اصطلاح استبداد ناراحتم و جایگزینش یک دموکراسی میخوام برای رشد خودم، برای چه نظر اقتصادی، چه نظر سیاسی و چه نظر فرهنگی. و اینکه قبول کنیم همدیگر رو، مهم نیست من 5 نفر هستم یا حزب دموکرات کردستان ایران مثلا 1000 نفر هست، به هیچ وجه مهم نیست. آنچه که ما میتونیم و من با روش تاکید دارم، اتفاقا این بحث کوشندگان یا کسانی که اونجا کار میکنن در واقع همین هست. ما بدون مجموعه، حتی هر چقدر هم یه، حالا من با این اقلیت و اکثریت زیاد باور ندارم، ولی هر چقدر هم که یک بخشی از مردم در یک اقلیتی باشن، خب اینها باید نقش داشته باشن در این پروسه براندازی جمهوری اسلامی. جز این نیست و من به هیچ وجه به هیچ باور دیگه ای جز این ندارم. تمام، تشکر، خیلی ممنون، لطف دارین جناب چوبینه. اگه ایزی بدین من این برنامه رو تا آخر بعدن که برای من میفرستین نگاه بکنم، به از دوستان به اصطلاح منافع داشته باشم که ببینم که چی میگن، یاد بگیرم. خواهش میکنم، خوش آمدی، تا دیدار بعد، خداحافظ. جناب چوبینه، بذارید من سوال رو بعدم بیشتر 3 دقیقه وقت نداریم، من کوتاه میگم سوال چیه. ببین، من وقتی که فکر میکنم چرا اتحاد صورت نمیگیره، با کمال احترام به تمام احزاب سیاسی میگم اینا همشون تربیت شیعه دارن، چه مارکسیستش، چه مسلمونش، چه سوسیالیستش، همشون یک فرهنگ شیعه دارن. فرهنگ شیعه همش تو اینه که حق و باطل، تمام حقا یا پیش منه یا پیش هیچ کس دیگری نیست. اگر از این زاویه نگاه بکنیم، درد ما میفهمیم واقعا که چرا اتحادی صورت نمیگیره، چون هر جریان سیاسی فکر میکنه خودش در اصل صاحب تمام واقعیاته و دیگران هیچ سهمی ازش نبردن. آیا من درست میبینم آقای چوبینه؟ شما میشه لطف کنید بگید واقعا ما باید چه بکنیم؟
ببینید شاید مورد پسند بعضی از کسانی که در اینجا هستن یا بعدم میشنوند نباشه، ولی ما اصولا حزب سیاسی به معنای واقع که در علوم سیاسی مورد بحث قرار میگیره نداریم در ایران و در خارج از کشور. احزاب یه معنی مشخصی دارن در کشورهایی که آزاد هستن، اروپای غربی به خصوص، میتونیم بهش توجه بکنیم و دقت بکنیم. حزب سوسیالیست آلمان بیش از 120 ساله که قدمت داره و هیچ گام تبدیل نشده به اقلیت و اکثریت یا غیره و غیره و غیره و غیره. ما یه مجموعه هایی داریم، یه کادرهای سیاسی داریم که در ایران در دیکتاتوری تا یه حدودی چیزتر دموکرات‌تر از آن چیزی که اکنون داریم در گذشته، یعنی در ایران به وجود اومده، که همه زیرزمینی بودن، یا سازمان‌های زیرزمینی سیاسی بودن که جنگ‌های مسلحانه از جمله آمال و آرزوهای اونها بوده و اکنون یواش یواش دارن اسلحه رو میخوان بذارن کنار و تبدیل بشن به یک سازمان سیاسی. ولی هنوزم این پروسه سیاسی شدن، حزب شدن به درستی امکان پذیر نشده در خارج از کشور. من نزدیک 50 سال در اروپا در کشورهای مختلف زندگی کردم، با تمامی این افراد در این سازمان هم روابط بسیار صمیمانه و خوبی داشتم، برای اینکه اصولا من از یک اندیشه دموکراتیک سکولار دفاع می کنم و طبیعی است که کسی با من نمیتونه مشکلی داشته باشه. آنچه که مهم هسته، چرا ما متحد نشدیم؟ اولا برای اینکه احزاب سیاسی معنای واقعی کلمه نداریم. احزاب سیاسی به یه ائتلاف های سیاسی حتی زمانی به یک، یعنی 4 سال 5 سال یه ائتلاف سیاسی میکنه بر سر یک قضایای مشخصی و بعد هم جدا میشه در انتخابات بعدی و اصلا ممکنه که تغییرات دیگه در فضای سیاسی یک کشور ایجاد بشه و احزاب آرای کمتر و یا بیشتر و اصلا ممکنه که از دور چیز خارج بشه. آنچه که مهم هستش، من معتقدم حالا که این چنین هست، بر مبنای اون تعریفی که من از حزب میکنم، چون نداریم و کادرهای سیاسی داریم، کادرهای سیاسی با هم متحد بشن، افراد سیاسی با هم متحد بشن بدون اینکه هویت خودشون از دست بدن، هویت خودشون نگه دارن. میتونن سوسیالیست بمانن، کمونیست بمانن و یا دست راستی بمانن، مشروطه خواه بمانن، سلطنت طلب بمانن، ولی برای براندازی رژیم با هم متحد بشن. بعد از براندازی رژیم، از اونجایی که هدف این براندازی دموکراسی سکولار هستش، طبیعی است که همه احزاب با هر نوع اندیشه سیاسی آزاد هستن و میتوانن به فعالیت‌های خودشون بپردازن. همچنان که در کشورهای سکولار و دموکرات که ما داریم زندگی میکنیم و تجربه میکنیم، میبینیم که احزاب هستند حتی بسیار افراطی در مسائل سوسیالیسم و غیره و یا در مسائل دیگه افراطی که به گروه های راست و راست اولترا ارتباط بدن. ما باید با هم متحد بشیم بر سر یک قضیه، ایران و ملت و مردم ایران رو نجات بدیم از این فلاکت و بدبختی ولایت مطلقه فقیه جمهوری اسلامی، و همه تلاشمون بر این باشه که به
یک کشور دموکرات حداقل دموکراسی رو ایجاد بکنیم، ولی صمیمانه در استحکام اون بکوشیم تا این قدرت بگیره، دوام بگیره، قوام بگیره و بره به جلو و استوار و پایدار بمان. کشوری که همه کس، همه ایرانی ها، از کرد و لور و مازندرانی و گیلانی و سیستانی و بلوچ و اصفهانی و تهرانی و نمیدونم غیره، با هر اندیشه دینی و سیاسی درش احساس آرامش بکنه، احساس آزادی بکنه و کشور همه جا، همه نقاط این کشور رو مال خودش بدانه، از خودش بدانه، همه ایران رو مالک باشه و نه یه نقطه کوچیکی در یه گوشه بی آب و علف و کوهستانی رو. پس ما برای اتحاد و متحد شدن احتیاج به اصلی ترین موضوعی که داریم این هستش که متوجه باشیم ماندن جمهوری اسلامی فلاکت وسیع‌تر و بدبختی بیشتر و بیچارگی بیشتر و عمیق‌تر هستش که برای هر جامعه‌ای در آینده میتونه بی نهایت خطرناک باشه و به کلی داغون رو از هم پاشیده. بهترین راه همینه که من فکر میکنم هر کسی بچسبه به اتحاد، همکاری بکنه برای اتحاد، حتی اگر که عضو تشکیلات و سازمان‌های مختلف سیاسی هم میتونه باشه بدون که هویت خودشو انکار. تشکر، خیلی ممنون جناب چوبینه، مرسی. فقط کوتاه بگم و جلسه رو تموم بکنم. از شما میگید که از خودمون شروع نکنیم به عنوان احزاب و از رژیم جنایتکار جمهوری اسلامی شروع بکنیم.